مروری بر درگذشتگان سال 1401 با ما همراه باشید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی به کانال خودتون خوش اومدید خب سال 1401 با همه خوبی ها و بدی هاش داره روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه توی این سال عزیزان زیادی رو از دست دادیم از هنرمندانی که سالها با کارهاشون خاطره داشتیم اولین چهره مشهوری رو که توی سال 1401 از دست دادیم در شش فروردین بود دکتر رضا تهرانچی کاران فرین معروف و کارخانه داری که مالک کارخانجات ویتانا و بیسکویت مادر هم بودش چهره مشهور بعدی شهلا ناظریان بازیگر و دوبلور معروف و همسر حسین ارفانی بود که توی چهار اردی بهشت 1401 در 75 سالگی جونش رو از دست داد. چهره معروف بعدی دکتر محمد علی اسلامی ندوشن شاعر و نویسنده معروف بود که در سن 97 سالگی در پنج اردیبهشت در تورنتو کانادا درگذشت چهره بعدی چهره سینمایی بود نادر طالبزاده مجری و کارگردان مشهور که در سن 69 سالگی در 9 اردی بهش بر سر آرزه قلبی جونش رو از دست داد. چهره بعدی یه چهره مذهبی به نام سید عبدالله فاطمینی ها روحانی و سخنران مشهور بودش که سن 76 سالگی در 26 اردی بهش 1400 دار فانی رو ودا گفتش. چهره بعدی یه بازیگر معروف به اسم روح الله مفیدی بود. بازیگر اهل شهرستان یزد که از قبل از انقلاب بازیگری میکرد و توی سالهای اخیرم درگیر بیماری سرطان بود و در 93 سالگی در 24 تیر ماه درگذشت. چهره بعدی هم یه بازیگر معروف دیگه به اسم اسماعیل شنگله بودش که در روز شنبه 25 تیر ماه 1401 به دلیل ابتلا به کرونا در 86 سالگی درگذشت. هنرمند بعدی پرویز فیروزکار دوبلور و صدا پیشه ای معروف بودش که در سن 83 سالگی در لس آنجلس آمریکا در روز 29 تیر ماه درگذشت اما چهره بعدی یه شاعر معروف ایرانی هستش که همه ما با کارهاش خاطره داریم هوشنگ ابتهاج که در سن 94 سالگی به علت کهولت سن در کشور آلمان در روز 19 مرداد ما جونش را از دست داد از هوشنگ ابتاج ترانه ها و شعرهای زیادی به جامده که از معروف ترین اونها میتونیم به ای ایران ای سرای امید و شعر ارقوان اشاره بکنم. هنرمند بعدی بابک برزوی مستندساز و عکاس معروف سینما هستش که در سن 53 سالگی به دلیل آرزه مغزی در 25 مرداد جونش رو از دست داد. سال 1401 ما یه دوبلور معروف دیگه به اسم منوچهر اسماعیلی رو هم از دست دادیم. منوچهر اسماعیلی در سن 83 سالگی در 31 مرداد 1400 به دلیل آرزه قلبی درگذشت. اون شخصیت بنهو رو در سال 1341 دوبله کرده بودش اما نفر بعدی عباس معروفی نویسنده و شاعر مشهور هستش که در سن 65 سالگی در اثر بیماری سرطان در ده شهریور 1400 درگذشت سمفونی مردگان معروف ترین رمان عباس معروفی هستش اما نفر بعدی اسقر یوسفی نژاد کارگردان و نویسنده معروف هستش که در 22 شهریور 1401 در 53 سالگی به دلیل آرزه مغزی جونش را از دست داد فیلم های عروسک و فیلم خانه از معروف ترین فیلم های اون هست اما رسیدیم به نیمه سال و مرگ معروف ترین چهره امسال یعنی محسا امینی دختر 22 ساله کردستانی که مرگش باعث شروع جنبش زن زندگی آزادی شدش. محسا امینی در 25 شهری ورما در بیمارستان کسرا جونش را از دست داد. بعد از محسا امینی چهره های دیگه ای هم در ادامه جنبش زن زندگی آزادی جونشون رو از دست دادن که نفر بعدی نیکا شاکرمی بودش که دختر خورم آبادی که در 29 شهری ورما بعد از اعتراضات مرگ محسا امینی جون خودش رو از دست داد. چهره تأثیر گذار بعدی که ادامه دهنده جنبش زن زندگی آزادی بود حدیث نجفی متولد سال 78 بود که در درگیری های مهر شهر کرج در سی شهری ورما جونش رو از دست داد نفر بعدی بازیگر قدیمی هستش به اسم امین تاروخ که در تاریخ دوم مهرما در سن 69 سالگی به دلیل سکته قلبی جونش رو از دست داد امین تاروخ در فیلم هایی مثل اقما و ابو علی سینا نقش آفرینی داشت و از بازیگرهای قدیمی بودش نفر بعدی جلال مقامی دوبلور و مجری معروف برنامه دیدنی ها بودش که در سن 81 سالگی در پنجم آبان ماه به دلیل کولت سن جونش رو از دست داد نفر بعدی بازم از جنبش زن زندگی آزادی هست چهره مشهوری به اسم مرشاد شهیدی نجات که با کلیپ های آشپزی اول معروف بود ولی در ادامه اعتراضات در پنج آبان 1401 در 19 سالگی جونش رو از دست داد و به قتل رسید نفر بعدی یه خواننده قدیمی به اسم شهین هستش که متولد سال 18 هست و اسم اصلیش مهینتاج مغولکی هست اون در 18 آبان ما در 83 سالگی به دلیل پارکینسون در کانادا درگذشت. چهره بعدی کیان پیرفلک کودک 9 ساله خوزستانی بود که در جریان درگیری های شهر ایزه خوزستان جونش رو از دست داد. عکس‌ها و فیلم‌های کیان پیرفلک به خصوص فیلم خدای رنگین کمونهاش باعث شد که توجه بیشتری به مرگ این کودک خردسال بشه. و تبدیل به یکی از نمادهای اعتراضات مردمی بشه نفر بعدی حمید رزا روحی هستش که در 27 آبان ما در سن 19 سالگی در جریان اعتراضات مردمی با شلیک مستقیم به قتل رسید چهره حمید رزا بعد از پخ شدن دابسمش ها و کلیپ که با آهنگ بارون اومد و یادم داد علی رزا تلیسی خونده چهرهش رو معروف در از قبل هم کرد چهره بعدی شخصیت سیاسی به اسم رستم قاسمی هستش که سالها وزارتخونهای مختلف رو هدایت کرد. اون در سن 58 سالگی به دلیل سرطان روده در 17 آذر جونش رو از دست داد. چهره بعدی خواننده انقلابی به اسم اسفندیار قرباقی هستش اون در 17 آذر 1401 در 78 سالگی به علت کولت سن جونش رو از دست داد معروفترین آهنگ او آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو هستش چهره بعدی شخصیت سیاسی و مبارز به اسم عباس شیبانی هستش که در سالهای قبل از انقلاب مبارزات سیاسی زیادی رو داشته اون در سن 91 سالگی در یک دی 1401 جونش رو از دست داد نفر بعدی یه شاعر مذهبی به اسم میرزا حسین کریمی مراقعیه که در بیست بهمن ما در سن 91 سالگی بر سر کولت سن جونش رو از دست داد. اما چهره بعدی که مرگش خیلی برای هممون دردناک بود شهرام عبدالی بازیگر خوب و با اخلاق کشورمون بود. اون در سن 46 سالگی به دلیل خونریزی و آرزه مغزی در روز 6 اسفند متاسفانه دار فانی رو در مشهد ودا گفتش نفر بعدی بازیگر قدیمی به اسم جواد گلپایگانی هستش که توی دهه 60 و 70 اون رو با شخصیت آتقی در سریال آینه عبرت میشناسیم آخرین نفر هم مهدی غفوری فرد سیاستمدار قدیمی هستش که در 18 اسفند به دلیل بیماری جونش رو از دست داد. اون سابقه کاندیداتوری ریاست جمهوری رو هم داشته. اون در 14 اسفند بر اثر ایست قلبی جونش رو از دست داد. امیدواریم روح تمام درگذشتگان قرین نعمت و رحمت باشد. ممنون که این ویدیو رو تا پایان همراه ما بودید حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس بر لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید